رابطه جنسی مجازی شکلی از رابطه جنسی است که با پیشرفت تکنولوژی رواج بیشتری پیدا کرده. رابطه جنسی مجازی یا سیکس چت اشکال مختلفی دارد و از وسایل مختلفی برای آن استفاده می شود. همچنین علل گرایش به آن بسیار متنوع می باشد. آسیبزا بودن یا نبودن آن بستگی به علل آن و بافت رابطه‌ای که در آن اتفاق می افتد دارد. اما آیا افرادی که علاقه به چنین روابطی دارند، دارای اختلال جنسی هستند؟ در این ویدیو از زنیکس تیوی همه چیز در مورد سیکس چت را خدمت شما بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. اما قبل از شروع به این نکته اشاره می‌کنیم که اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شدید، حتما کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. سیکس چت نوعی از ارتباط جنسی است که افراد از طریق وسایل و ابزارهایی تلاش می‌کنند به تحریک و ارضای جنسی برسند. این در حالی است که این تماس تنها به صورت مجازی و به دور از یکدیگر است. این وسایل می‌تواند شامل پیامک، چت کردن و تماس تصویری باشد. رابطه جنسی مجازی شامل ارتباط بین دو نفر است که برای انجام این کار به توافق رسیدند و با رضایت از طریق گیرنده های الکترونیکی همدیگر را تحریک کرده و اغلب با خود ارضایی به اورگاسم می رسند. از طرفی سیکس چت باعث تسهیل در روابط نابهنجار دیگر مانند سیکس ضربدری شدند. اشکال مختلف سیکس چت. برخی افراد در مواقعی که از همسر یا شریک جنسی خود دور هستند، اقدام به برقراری رابطه جنسی مجازی می کنند و در این فرایند با همان شریک جنسی خود رابطه برقرار می کنند. برخی دیگر به طور کلی در دنیای واقعی روابط جنسی ندارند یا حتی ممکن است هیچ گونه تماس و ارتباطی هم با جنس مخالف نداشته باشند و تنها راه ارضای جنسیشان همین شکل باشد. برخی از افراد ممکن است در این حال که در یک رابطه هستند با فرد دیگری سیکس چت کنند و در واقع به عنوان ابزاری برای خیانت از آن استفاده کنند. برای برخی دیگر هم سیکس چت یک تفریح و تنوع است که هر از گاهی آن را تجربه می کنند. علل روی آوردن به رابطه جنسی مجازی. افراد ممکن است به دلایل مختلفی رابطه جنسی مجازی داشته باشند. این دلایل به قدری متنوعند که نمی توان علت واحد و مشخصی را بیان کرد. در این حال دلایل آن در هر کدام از اشکال گفته شده بالا می تواند متفاوت باشد. در مورد افرادی که رابطه عاطفی از راه دور دارند یا هنگام دوری از شریک جنسیشان دست به این اقدام می زنند، بعد مسافت و نیاز جنسی علل اصلی هستند. یعنی فرد صرفاً برای رفع نیاز جنسی خود با کمک شریک عاطفیش رابطه جنسی مجازی برقرار می کند. اما در مورد افرادی که در دنیای واقعی رابطه جنسی را تجربه نمی کنند و صرفاً در محیط مجازی به دنبال آن هستند، می توان به ناتوانی و ضعف فرد در برقراری روابط اجتماعی واقعی، عدم اعتماد به نفس کافی برای برقراری رابطه جنسی، ترس های فرد در مورد نزدیک شدن به جنس مخالف یا در یک رابطه واقعی قرار گرفتن، محدودیت‌های محیط اجتماعی و فرهنگی که در آن زندگی می‌کند و ممکن است دسترسی به جنس مخالف را برایش سخت کند، آسان‌تر بودن و توانایی ناشناس بودن در این محیط و موارد دیگر را نام برد. برخی افراد هم به علت تنوع طلبی، ترس از اقدام به خیانت در دنیای واقعی، ترس از پیگیری‌های قانونی، سهل‌تر بودن و کمتر شدن بار مسئولیت نسبت به طرف مقابل، عدم لذت‌جویی کافی در رابطه‌ای که هستند، شروع به برقراری روابط جنسی مجازی کنند. آسیب‌های رابطه جنسی مجازی. سیکس چت به خودی خود نمی‌تواند پدیده مضر و خطرناکی باشد، بلکه بافت و عللی که باعث می‌شود فرد به آن روی بیاورد و نحوی که از آن استفاده می‌کند می‌تواند مضر باشد. برای مثال فردی که به علت کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس در دنیای واقعی از خانم‌ها دوری می‌کند و در محیط مجازی شدیداً به دنبال روابط جنسی مجازی است،
میتواند شرایط خود را بدتر کند. در واقع این فرد به جای اینکه مشکلات ریشه‌ای خود را حل کند، با یک راه حل کوتاه مدت مشکل را از پیش پای خود برمی‌دارد. اعتیاد به این عمل و افراط در آن مانند هر کار دیگری شدیداً آسیب‌زاست و فرد را از مسیر و جریان عادی زندگی خارج می‌کند. همچنین کسانی که از زندگی جنسی خود رضایت ندارند، اگر به جای کسب رضایت در دنیای واقعی به دنبال جبران در دنیای مجازی باشند، مسیر زندگی واقعیشان منحرف شده و از دستشان خارج می شود. علاوه بر موارد گفته شده، سکس چت می تواند فرصتی برای سوء استفاده ایجاد کند. عکس ها یا ویدیوهایی که فرستاده می شود می تواند برای فرد خطرناک باشد.